دومین روز اعتصاب و تحسن سراسری معلمان ایران. درود مریم رجوی به معلمان اعتصابی در سراسر ایران. تجمع و راهپیمایی کارگران نیشکر هفت‌تپه. با سلام از شما دعوت می‌کنیم به در یک نگاه این ساعت توجه کنید. از صبح امروز چهارشنبه معلمان شریف دومین روز اعتصاب سراسری خود را آغاز کردند و در مدارس دست به تحسن زدند. آنان در شهرهای اصفهان، تهران، نجف‌آباد، شیراز، یزد، کرج، کرمانشاه، بوشهر، اسلامشهر، بابل، سقز، دیواندره، سردشت، روانسر و ده‌ها شهر دیگر در اعتصاب و تحسن هستند. آنان در اعتراض به سرکوب و زندانی کردن معلمان، وضعیت وخیم معیشتی، تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید دست به اعتصاب زده و خواستار رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته هستند. خاطرنشان می شود روز گذشته اعتصاب معلمان در 52 شهر شکل گرفت. خانم مریم رجوی به معلمان آزاده تحسن کننده در سراسر ایران درود فرستاد و عموم مردم به جان آمده به ویژه جوانان را به همبستگی با آنان فراخواند و گفت دیکتاتوری ضد فرهنگی و ضد ایرانی آخوندها فرهنگ و آموزش و پرورش را به نابودی کشانده است. وضعیت فاجعه بار معلمان شاغل و بازنشسته محصول سیاست‌های چپاولگرانه و سرکوبگرانه رژیم ضد فرهنگی آخوندهاست و تا این رژیم بر سر کار است وخیم‌تر هم می‌شود. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه در نهمین روز اعتصاب خود بار دیگر در مقابل فرمانداری رژیم در شوش تجمع کردند. آنان در ادامه تجمع خود اقدام به راهپیمایی کردند. کارگران فولاد اهواز امروز چهارشنبه بار دیگر در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعار می‌دادند کارگر خوزستانی اتحاد اتحاد. کارگران مجتمع مثل میدوک در شهر بابک در استان کرمان در اعتراض به بازداشت همکاران خود تجمع کردند و خواستار آزادی آنها شدند. رژیم ضد کارگری آخوندی 7 تن از کارگران این مجتمع را به اتهام تجمع و اعتراض به شرایط نابرابر مزدی بازداشت کرده است. وزارت خارجه اتریش میزبانی کشورش را برای استقرار مرکز مبادلات مالی رژیم ایران و اروپا رد کرد. پیتر گوشلبایر، سخنگوی وزارت خارجه اتریش تأکید کرد اتریش به دلیل شک و تردیدهای متعدد درباره این کانال مالی میزبانی آن را نمیپذیرد. وی گفت اتریش نمیتواند خطر نمایندگی این مرکز را بپذیرد. ناتن سیلز، هماهنگ کننده ضد تروریسم وزارت خارجه آمریکا در مؤسسه واشنگتن گفت ما از ارتباط رژیم ایران با طیفی از گروه‌های تروریستی نگرانیم. ما علائم امیدوارکننده‌ای در اروپا دیده‌ایم که به طور فزاینده‌ای نسبت به فعالیت‌های گستاخانه رژیم ایران چشمشان دارد باز می‌شود. مقام‌ها در بلژیک، فرانسه و آلمان برای توقف یک حمله تروریستی توسط رژیم ایران در پاریس و جمله دستگیری یک دیپلمات این رژیم در اتریش همکاری کردند. صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در گزارشی با اشاره به بازگشت تحریم‌ها علیه رژیم ایران اعلام کرد در پیش‌بینی قبلی خود درباره نرخ رشد ایران بازنگری کرده است. در این گزارش آمده است با توجه به کاهش شدید صادرات نفتی تنها در صورتی رژیم به یک بودجه متعادل دست خواهد یافت که قیمت نفت در بازارهای جهانی از 100 دلار در هر بشکه پایین‌تر نباشد. پیشتر
این پیشبینی برای رژیم ایران 65 دلار در هر بشکه بود. در پایان دقیق نگاه این ساعت توجه شما رو به ادامه برنامه ها جلب می‌کنیم. خدا نگهدار.